خوش اومدین به جلسه دیگه از بخش گرامر. خیلی درس مهمیه، خیلی گرامر مهمی که حتما 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 باید یاد بگیرید، چون خیلی ازش استفاده میشه و خیلی زیاد. گرامر، خب انواع کلمات، ساناتوپیت، انواع کلمه ها. میخوایم ببینیم که چه کلمه هایی در زبان فنلاندی وجود داره. کلمه های، یعنی کل کلمه های تو زبان فنلاندی به چند دسته تقسیم میشن. خب اما قبل از اینکه شروع کنیم، یه نکته رو باید توجه کنیم که کلمات تغییر میکنند. کلمات یعنی چی؟ یعنی هر کلمه که شما در زبان فنلاندی میبینید، یک پسفندی در آخر کلمه به وجود میاد. و نکته بعدی اینه که باید یاد بگیرید که چجوری وارتالوی کلمه رو بسازید. قبلا وارتالو رو هم بهتون گفتم، وارتالو یعنی بدنی کلمه و یعنی بن کلمه رو آماده کنید، بدنی کلمه رو آماده کنید و پسوندها رو که خیلی مهم است. و 8 تا پسوند ما با هم یاد گرفتیم تا حالا. اگه یادتون باشه 6 تاش در مورد مقیدهای مکانی بود و دو تای دیگه‌ش هم پارتیتیوی و گنیتیوی بود، که 8 تا پسوند خیلی خیلی مهم رو یاد گرفتیم با هم تا به اینجا. و این پسوندها به آخر کلمه اضافه میشه. طریقه ساختن وارتالو، نکته خیلی مهمی که باید اینجا یادتون بمونه، تمام این ویدیوها در مورد همین یه موضوع است که چجوری ما وارتالو رو بسازیم و پسوندها رو به ته کلمه اضافه کنیم. خب یه مروری فقط می‌کنیم که کلمات در زبان فنلاندی به چه دسته‌های تقسیم میشن. خب اولین دسته‌ای که کلمات میتونید شما کلمه رو پیدا کنید، کلمه‌ای که آخرش به حرف ای ختم بشه. کلمه‌ای که به حرف ای ختم شود، مثلا مثال کلمه ونه که یعنی قایق. و ونه از جز اون دسته از کلماتی هست که به حرف ای ختم میشود. دسته بعد از حروف، انواع کلمات در واقع، کلماتی ننسانات هستند، یعنی کلماتی که به حرف نن، ان، ای، ان ختم می شود، که بیشتر صفت ها به این حروف ختم می شود، مثل مثلا والکوینن که یعنی سفید رنگ هست. والکوینن میگه که آخر والکوینن به نن ختم شده. دسته سوم از کلمات، کلماتی هستن که به حرف ای ختم می شوند و موقع تغییر دوباره حرف ای ثابت می ماند. یعنی مثلا اگر کلمه توری رو در نظر بگیرید، توری به حرف ای ختم شده. وقتی ما همیشه پسوند اضافه می کردیم، این حرف ای تغییر نمی کرد. پس این توری جز این کلماتی هست که ای تغییر نمی کنه به حرف دیگه، یعنی ای بر ای هستش. حرف ای اول که حرف اصل کلمه است و در صورت تغییر کلمه، حرف ای همچنان ثابت میمانه. میبینید که اینجا حرف ای ثابت میمونه. و توری همون، مثلا اگه بگیم توریلا، دوباره همون ای ثابت میمونه. پس این دسته سوم از کلمات. دسته چهارم از کلمات، دسته کلماتی هستن که به حرف ای ختم می شود ولی در صورت تغییر کلمه و اضافه شدن پسوند، حرف ای به ای تبدیل می شود. فقط در آخر کلمه، توجه داشته باشید که فقط آخر کلمه، نه وسط کلمه. مثلا مثال کلمه سوری که صفت هست، یعنی بزرگ. سوری به حرف ای ختم شده، ولی اگه این کلمه پارتی تیوی بگیره که میشه سورتا، یعنی تا آخرش میاد، میبینید که حرف ای کلن پاک میشه. اما مثلا اگه بگیم سورسا، میبینید که اگه پسفند از آ به آخر حرف آخر کلمه سوری اضافه بشه، حرف ای تبدیل به ای میشه. پس دسته چهارم کلماتی هستن که به حرف ای ختم میشون و در صورت اضافه شدن پسفند، حرف ای تبدیل به ای می شود. این دسته چهارم. دسته پنجم از کلمات و دسته آخر، در واقع یکی مونده به آخری، کلماتی هستن که باز هم به حرف ای ختم میشه و دوباره در صورت تغییر به حرف ای تبدیل می شود. و
مثلا نیمی، که نیمی خب یعنی اسم، مثلا اگه بگی نیم پسفند ال آخرش بیاد میشه نیمه له، نیمی له نمیشه، ای تبدیل به ا میشه. اما این دوتا، حالا این با این چه فرقی داره تو جلسه های بعد صحبت میکنیم. تنها فرقی که این با این داره در نحوه پارتیتیوی بودنشونه، که این کلمه ها رو ببینید نمیشه حفظ کرد. خب کلماتی مثلا به ای ختم میشه که دوباره تغییر نمیکنه، یا کلماتی که به ای ختم میشه ولی به ا تغییر میکنه، این کلمات رو فقط باید شنید، از بقیه شنید، از روزنامه شنید، از تلویزیون شنید، و بعدش به خاطر باید بسپارین، وگرنه نمیشه این کلمات رو حفظ کرد، یا مثلا آمار این کلمات رو در بیارین که چه کلماتی به این حرف ختم میشه، چه جوری میشه، بعد بیان حفظشون کنین. نه، اینطوری نیست. فقط باید کلمه رو توی تکست به کار ببرین، از یه جایی بشنوین، از تلویزیون بشنوین، توی روزنامه ها بخونین تا بفهمین اون کلمه ای که یاد میگیرین از کدوم دسته از اینا هست. یعنی باید به خاطر بسپارین، یعنی زیاد بشنوین. و دسته آخر کلمات، کلماتی هستن که به حرف اس ای ختم میشوند، مثل اوسی که یعنی جدید، صفت است اوسی، و اینم کلمه ای است که به حرف اس ای ختم میشه. خب اینم از ساناتوپیت بود. جلسه های دیگه میریم مفصل درباره تک تک اینا صحبت میکنیم، تک تک اینا رو قشنگ با هم مرور میکنیم و مثال هم میزنیم که چجوری باید همراه پسفندها مثال میزنیم تا خوب براتون جا بیفته. پس شد حرف کلماتی به حرف ای ختم میشن: نن سانات، ای سانات، ای سانات، نن سانات، ای سانات، ای تبدیل به ای و دوباره ای تبدیل به ای سانات، و از ای سانات. خب این از این جلسه. جلسه بعد در مورد گروه اول، در مورد احسانات صحبت میکنیم، که کلماتی که به حرف ای ختم میشوند اگه پسفند به آخر این کلمات اضافه بشه چجوری ازشون وارتالو بسازیم.